درود بر شما دوستان. من امشب میخوام یک مقداری در رابطه با وبسایت کانون با شما صحبت بکنم و سعی کنم که این دوتا وبسایت رو بهتون معرفی کنم و بگم که به چه شکلی باید باش کار بشه و یا شما به چه اطلاعاتی میتونید از طریق این سایت ها برسید و به دست بیارید. برای همین تصمیم گرفتم که یک مروری با هم دیگه در سایت جدید کانون به اسم tabocoinfood.com اینو من براتون نشون بدم و با هم یک گشتی بزنیم در سایت. اینی که میبینید این سایت tabocoinfood.com. خدمتتون عرض کنم که در این سایت وقتی که وارد میشید باید لاگین بکنید. وقتی که قبل از اینکه لاگین بکنید، اینجا در این قسمت زده برای لاگین، باید حتما رجیستر بکنید، ثبت نام بکنید. اگر ثبت نام نکردید، این سه تا لوگویی که این پایین هست، اولیش سمت راست برای رجیستریشنه، برای ثبت نامه. اینو شما میایید روش کلیک میکنید و بعد شما رو میبره به یه صفحه‌ای که ازتون اطلاعات میخواد. اینجا چون من اطلاعاتمو دادم، اینجا نوشته که you are already registered، یعنی من ثبت نام کردم. پس برمیگردیم به صفحه اصلی که ثبت نام. اینم بهتون بگم که وقتی که ثبت نام میکنید میتونید از خودتون یک تصویر پروفایل هم بذارید. بعد وقتی که لاگین کردید، این عکس شما این گوشه و اسم شما این گوشه نمایان هست و شما میتونید پروفایلتون هر وقت خواستید ادیت بکنید یا اینکه از سایت خواستید خارج بشید میتونید لاگ اوت بکنید. اینجا خدمتتون عرض کنم، همونطوری گفتم این قسمت اول همون قسمت خانه است که یک سری عکسایی داره که رد میشه همینجوری که دیدید و بعد از اون قسمت آموزش هست. تا زمانی که شما ثبت نام نکردید این آموزش ها رو نمیتونید ببینید. وقتی که ثبت نام کردید لاگین که بکنید این آموزش ها رو اینجا میبینید. بعد روی آموزش ها که کلیک بکنید یک پنجره ای باز میشه که اولیش اصول کلاسیکه، بعد آناتوا است، بعد آناتوا به انگلیسیه، اتادو، اتادو به انگلیسیه، سوتو، سامسامایی و الاخر خطای دیگه که اینجا گنجونده میشه. اصول کلاسیکه که باز بکنید روش کلیک بکنید که معمولا برای همه بازه. وقتی که شما ثبت نام بکنید اصول کلاسیک براتون باز میشه. بعد داره کار میکنه. یه مقدار این سایت یه مقدار کنده، من نمیدونم چرا به این شکله، نسبت به سایت قبلی یه مقدار کنتر حرکت میکنه. بله، اصول کلاسیک باز شد. همینطور که میبینید یک سری آیکون ها هست، عکسای کوچیکی هست، بعد نوشته بخش اول استقرارا. اینجا همشون استقرارا، مثلا کامیس ما، رتو، یت رتو. رو هر کدوم از اینا شما مثلا روی رتوی غیر کلاسیک کلیک که بکنید فیلم اون براتون شروع میکنه به نشون دادن و با تشریح. یا مثلا میخوایم بریم به یارماراتو، روش که کلیک میکنید میریم به یارماراتو و اینجا براتون اون ویدیو پلی میشه. و اگر همینطور که بیایید پایین، بخش دومش تکنیک های دفاع دسته. مثلا شما میخوای وایما دوما رو ببینید، ویدیوشو روش که کلیک بکنید، فکر کنم این هنوز چیز نشده، آفما رو مثلا به عنوان مثال آفما رو که کلیک بکنید، دفاع آفما ویدیوش میاد بالا اینجا. متشکرم. پس هر کدوم از این آیکونا یک ویدیو شما رو میبره رو همون ویدیو. قسمت سوم هم دستای تکنیک های دستاست که نفوذیان و هر کدومش که کلیک بکنید میره برای اون تکنیکو نشون دادن و یه تمتو یعنی ضربه دست از
پلی کردن اون ویدیو به این شکل. بعدش اگه برید همین جوری که پایین، حالا با ترشیحاتش هم اینجا هست، نوشته هاش هم براتون هست که برای هر حرکتی به اصطلاح عکساش هست، نوشته هاش به انگلیسی و به فارسی اینجا گذاشته شده و شما میتونید که از این جهت هم اینا رو به اصطلاح رصد بکنید و اطلاعات بگیرید. مثلا هورای ماراتو، تشریح هورای ماراتو با تمام تفاصیلی که وجود داره اینجا گذاشته شده. پس این قسمت اصول کلاسیک به این شکله. حالا اگه شما اصول کلاسیک رو قبول شدید، میرید مثلا برای قسمت آناتوا. آناتوا رو البته تا وقتی که اگه قبول نشدید باز نمیشه، وقتی که شما قبول شدید این آناتوا باز میشه براتون و ویدیوی آناتوا شروع میکنه به پلی کردن که به این شکل میبینید تشریح تکنیک ها رو، ویدیو ها رو تک به تک شما میتونید از ابتدا تا آخر آناتوا رو اینجا ببینید. و همینطور خطای بعدی اتدو، سوتو، سامسامای، اینا همشون اینجا هست. البته مثلا سامسامای سه قسمته که این همونی که تو کتاب هم هست به این شکل. یه چیز دیگه هم در این صفحات من هست باید بهتون نشون بدم، اینه که سمت راست صفحه این به شما به صلاح یاداوری میکنه که شما کجا بودید دفعه قبل، تا کجا مثلا سایت رو دیدید، میتونید کلیک کنید برگردید تو همون جایی که قبلا بودید. مثلا ما الان هورای ماراتو رو دیده بودیم، روش که کلیک بکنیم این نکار میکنه میره اونجا رو پیدا میکنه، میره برای هورای ماراتو که به اصطلاح به چه شکلی این تشریحاتش هست و به شما نشون میده. و تمام این به اصطلاح در هر صفحه هم، در هر تشریحاتی هم که شما میبینید انتهاش یک قسمتی داره که شما اگه پرسشی در این رابطه دارید میتونید اونجا بنویسید. مثلا جایشو متوجه نشدید یا در این رابطه میخواهید صحبتی بکنید، اینجا مینویسید و اینو پستش میکنید، به دست ماها میرسه و ما میتونیم همینجا بیاییم پاسخ شما رو زیر همون براتون بنویسیم. این قسمت آموزش ها به این شکل کار میکنه. البته یه اصول کلاسیک ما این بغلش داریم، اینجا دیگه مستقیم شما مثلا برای استقرارها میزنید، این میبره شما رو سر استقرارهایی که به اصطلاح وجود داره، دیگه به اون آیکونا نمیره، به اون عکس کوچیک نمیره، اینجا میاد دونه بدون اینها رو شما به اصطلاح کامیسما باز شده، راجع به کامیسما صحبت شده و زیرش که اگه میخواید اطلاعات بیشتری راجع به کامیسما داشته باشید اینجا یک کلیک میکنید و این براتون کل جریانی که در رابطه با کامیسما هست رو باز میکنه. هم ویدیوش میاد، هم به انگلیسی میاد تشریحاتش و هم این که باز شما در رابطه با کامیسما اگه صحبتی دارید یا پرسشی دارید میتونید اینجا بیان بکنید که به دست ما برسه. قسمت بعدی این بالا سمبول ها و نماد هاست. ما مثلا سمبول ها رو که شما بزنید در رابطه با تمام این سمبول هایی که ما وجود داره توی کانفوتاوا، مثلا اینجا راجع به خب نشانواره هاست، راجع به لوگو هاست و اینجا کاملا تشریحات کامل این لوگو به دو زبون انگلیسی و فارسی داده شده. بعد ادامهش مثلا سنسیسر رو این پایین دونه دونه هر چیزایی که ما گذاشتیم در رابطه با نمادها، شما میره مثلا نماد سنسیسر رو بخواید، این سنسیسر رو برای شما باز میشه که چی هست و بعدش به تشریح سنسیسر رو هم به انگلیسی هم به فارسی اینجا گنجونده شده، شما میتونید بهش به اصطلاح رجوع کنید. یا مثلا زن و کانگ درای، اینو که میزنید کاملا هم با عکسش و همین که با تمام تشریحات زن و کانگ درای رو براتون اینجا گفته شده. در همین قسمت نمادها و سیمبول ها یه قسمت پندها هم هست. این پندها
صحبت هایی که من در رابطه با کانفوتاوا اگه دیده باشید گفته باشم، اینجا همشون اینجا هستن، حالا چه به فارسی چه به انگلیسی گفته شده، اینجا من گذاشتم و شما میتونید دونه بدونه بهشون رجوع بکنید و این صحبت هایی که به صورت پندواره ما داریم اینجا براتون مشخص بشه. قسمت بعدیش گالریه که فعلا ما عکس ها رو گذاشتیم و بعدش حالا ویدیو ها رو هم اضافه میکنیم. البته ویدیو های جای دیگه هم هست و اینها کلن صحبت هاییه که عکس هاییه که در سایت هست و روشون میتونید کلیک کنید و یا دانلود بکنید به این شکله. بعدش این سالن گفتگو هم داریم. توی این سالن گفتگو سه قسمته. یه قسمتش که نوشته پرسش از استاد جلیل‌زاده، شما در این سالن هر صحبتی، هر پرسشی که از من بخواهید میتونید بیایید اینجا براش یه تاپیکی درست کنید و اینجا بنویسید، این صحبت رو بکنید، تاپیکش رو بذارید که در چه رابطه ایه و اینو برای من بفرستید و من هم اینجا بهتون پاسخ میدم. و در ضمن یه سالن گفتگوی به اصطلاح عمومی هست، شما میخواهید صحبتی رو مطرح بکنی، اینجا یه تاپیک میذارید، صحبتتون رو مطرح میکنید، میگید و دیگرون که میبینن حالا یا میخونن صحبتهای شما رو و یا اینکه اگه پاسخی بخوان به صحبت شما پاسخ میدن. قسمت سومش هم پرسش و پاسخ با ویدیو، اگه بخواید به عنوان مثلا تکنیکی چیزی اینجا بذارید میتونید که به اصطلاح صحبت ویدیوتون رو بذارید یا عکستون رو بذارید و به این شکل ویدیو پلی میشه و دیگرون میتونن زیرش نظر بدن یا در اون رابطه صحبت بکنن. این سالن گفتگو خیلی مهمه برای تماس با هم دیگه. بعد این قسمت هم که تماس و کنتاکه، یعنی آدرس ماست و محل ماست و شعبه هایی که کانون داره، اینجا نقشه که ما کجا هستیم در کانادا، در تورنتو، آدرس ماست و تلفن و این حرفا و همینطور آدرس برانچ ما، شعبه ما در ایتالیا، شعبه ما در آلمان و شعبه ما در جنوب ایتالیا. اینها شعبه های، البته شعبه های دیگه هم هست که ما باید اضافه کنیم. اینا در رابطه با کانفوتاوا آدرس هاشون، تمام اطلاعاتشون، مکانشون، کشورشون اینجا موجوده، میتونید بهش مراجعه بکنید. و در آخرین قسمت نوشته old version. این old version یعنی اون سایت قبلیه. شما از همینجا میتونید مستقیم اینجا کلیک بکنید برید به سایت قبلی. این سایتیه که قبلا وجود داشت و الان هم وجود داره، اما چون ما برنامه های جدیدمون رو سایت جدید میذاریم، این سایت قدیم، من یه مقدارم درباره این براتون توضیح بدم. ابتدا ببینید دو تا پرچم اینجاست، یه پرچم کاناداست، یه پرچم ایران. البته اینجا هم شما باید حتما به اصطلاح چیز باشید، رجیستر کرده باشید، تو این سایت هم ثبت نامش سواست، باید ثبت نام بکنید که بتونید به آموزش های این سایت هم که همون لازم آموزش های مقدار بیشتر اینجا هم هست که باید حتما اول بعد از اینکه ثبت نام کردید لاگین بکنید و بعد از اینکه لاگین کردید میتونید به صلاح الان دیگه اون آموزش ها رو هم میبینید اینجا. داشتم راجع به پرچم ها میگفتم که این سایت به دو زبان سواست، شما میتونید رو پرچم ایران کلیک بکنید و کلا تمام سایت برمیگرده به فارسی و میتونید حالا از اینجا دونه به دونه آموزش ها رو ببینید، مبارزات رو ببینید، سیر سب، سیر قهوه‌ای، بخش های آموزش هست و شال ها و اینها که اینا کاملا اینجا یه مقدار بیشتر از اونجاست. و نمادها دوباره اینجا داریم، ما نمادها رو داریم که اونجا از اونجا یه مقدار بیشتره و همینطور گالری عکس و ویدیو روایت ها رو داریم. بعد برای آزمایش فرم آزمایش اینجا داریم، سالن گفتگو داریم که این سالن گفتگوی اینجا
واقعا واقعا یک به قول معروف دیکشنریه. من اجازه بدید اینو من نشونتون بدم، وقتی که خود سالن گفتگو رو شما کلیک بکنید ببینید اینجا مثلا بگم اگه حدودا بیشتر از 1,000,000 پرسش و پاسخ وجود داره، اینجا کم نگفتم. برای مثال مثلا همین سوال از استاد جلیل‌زاده رو مثال بزنیم، 3,581 پرسش و پاسخ بوده. بعد وقتی که ما روی این کلیک بکنیم شما میتونید که به تمام اینها ببینید، مثلا گفتگوی همراهان حدود 213,000 نفر این گفتگو رو دیدن، بیشتر از 410 صفحه است که میتونید روش همون، من حالا صفحه 410 رو کلیک کردم، ببینید اینجا شما دونه بدونه مردم اومدن مثلا سوالشون رو صحبتشون رو نوشتن و بعد پاسخشون رو گرفتن. ما اگه بریم صفحه قبلی به همین شکل، شما میتونید به همین شکل کسایی که صحبتی کردن، سوالی کردن و پاسخشون رو گرفتن اینجا هست. دیگه احتیاج نیستش که شما هی بیایید که بگید که من این سوال رو میخوام اون سوال رو میخوام، اینجا همش هست و همشون هم دستبندی شده و روی این دستبندی ها شما مثلا قوانین و مقررات دانشکده انشای تن و روان یا مثلا مشکلاتی که وجود داره، این مشکلات 16,700 تا بازدید داشته. بعد ردبندی ها مثلا نزدیک 20,000 تا بازدید داشته. یا همینطور هر چیزی که خواستید اینجا میتونید پیدا بکنید که گفتم که هزاران هزار پاسخ و پرسش در این سالن گفتگوی سایت قبلی ما وجود داره که میتونید ازش استفاده بکنید. همینطور نشریات ما، اینجا شما میتونید کتابای کتاب استاد میرزایی رو و همینطور کتابایی که من مثل خط یک و اصول کلاسیک رو مجاناً دانلود کنید. اگه کتاب سامسامه رو بخواید اینجا میتونید سفارش بدید و بعدش هم که راجب کاوش و پژوهش هم کلی صحبت ها راجب عرفان هایی که در کتاب ما داریم، داستان هایی که وجود داره همشون اینجا، افسانه هایی که هست همشون اینجا موجوده، میتونید ازش استفاده کنید. و در آخر دوباره میتونید برگردید به سایت جدید که اینجا آیکونش هست، اینو میزنید شما رو برمیگردونه روی اون سایت قبلی که بودید. یعنی این دوتا سایت ها به هم مشترک هستن، به هم ارتباط دارن. کلن این قسمت بالا هم شما شاید نبینید، این به خاطر اینکه من ادمین هستم و این بالا هست، این اصلا احتیاجی نیست که توضیح داده بشه، فقط این هاست که میبینید. بعد این قسمت هم یه قسمت هست که نوشته نیوز، اینجا من سعی میکنم از این به بعد که آخرین اخباری که وجود داره ما اینجا بذاریم و شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید که آخرین خبری که در رابطه با کوین فوتاوا بوده چی بوده و چیا شده که ما اینجا گذاشتیم و همشون هم کانتینیو ریدینگ داره، میتونید اضافهشو بزنید، باقی صحبت‌ها رو در ادامه همون صفحه ببینید که وجود داره. به هر حال اینها این سایت بود که من با تمام به اصطلاح زحماتی که این مدت کشیدم و همینطور دوستانی که با من همراهی میکنن تونستیم که این سایت رو تهیه بکنیم، به یک سایت آموزشی برای شما دوستان داشته باشی. به حال البته میدونم که حتما کم و کسری داره، حتما یه مقدار به اصطلاح شاید بعضی چیزاشو باید آپگرید بکنیم، روش بیشتر کار بکنیم و همینطور اگه شماها ایده های جدیدی دارید میتونید
بگید، با ما در میون بذارید و اگه امکانش بود ما این کار رو انجام بدیم که بتونیم یک سایت خیلی پرباری برای تمام بچه ها و کسانی که علاقمند هستن کنفوتاوای اصیل و آموزش ببینن و ازش اطلاعات بگیرن در خدمتشون باشه. این سایت برای ثبت نامش هیچ هزینه ای نداره، فقط کافیه که شما اسم مشخصات و پسوردتون رو درست بکنید، یک ایمیل میخواد از شما که حتما باید داشته باشید و بعد ثبت نام بکنید. این سایت مشکلی نداره، اما سایت قبلی، سایتی که الان نشون دادم، اون امکان داره برای ثبت نام کردن یه مقدار سخت اونجا ثبت نام کردن. اگه به مشکل برخوردید کافیه که با من تماس بگیرید، اسم و مشخصات و ایمیلتون رو برای من بفرستید، ما اینجا براتون یه حساب کاربری درست میکنیم و بعد بهتون ارسال میکنیم. امیدوارم که این شرایطی که براتون درست کردیم مورد قبولتون باشه، قابل استفاده باشه و من هم همیشه در خدمتتون هستم. با آرزوی تندرستی و پیروزی برای تک تک شما عزیزان.